سلام بچه ها، به کانال ورد آف اکس خوش اومدید. من مهدی هستم، امروز براتون لیست 10 تایی از بدترین بلاهایی آماده کردم که توی بازی ها سر دشمناتون میارید. درسته که کشتن بخش جدایی نپذیر بازی های ویدیویی به حساب میاد، اما گاهی شما یعنی قهرمان بلایی سر دشمن ها میارید که از کشته شدن بدترن. من امروز به 10 مورد اشاره میکنم. شماره 10، سوما. داخل بازی سوما شما با یک کاراکتر آشنا میشید به اسم کارل سمکن که خب وقتی پیداش میکنید تقریبا یک بلایی بدتر از مرگ سرش اومده. اونو کشتن، اما اسکن مغزش رو برداشتن و بعد به این ربات منتقل کردن. حالا این ربات کاملا باور داره که کارل سمکنه، همطور که میبینید این از مرگ بدتره. اما برای اینکه شما بتونید به طبقه بالاتر برید، باید جریان الکتریسیته رو به مرکز منتقل بکنید که خب بدین منظور شما دو تا راه کار دارید. اول اینکه برید یه اتاق اونورتر و بعد این دستگیره رو بکشید پایین که در این صورت یک ربات جنگی میاد سراغتون. اما خب یه روش راحت تری هم وجود داره. در نزدیکی همون ربات کارل سمکن هم یک دستگیره دیگه وجود داره که اگه اونا بکشید جریان از طریق اون ربات به مرکز منتقل میشه که در این صورت کارل سمکن قراره تا آخر عمرش مورد شوک الکتریکی قرار بگیره و زجر بکشه. شماره 9، مورتال کامبات 11. داخل بازی مورتال کامبات 11 یک سری کاراکتر جدید به بازی اضافه شدن که خب یکی از باحال‌ترین اونا گراس بود، یک موجود عجیب و غریب که جاودان بود، یعنی اگر شما اونو میکشتید باز هم به زندگی برمیگشت. خب این با معنیه که هیچ راهی وجود نداره تا اونو از بین ببرید، درسته؟ خب آره، اما میتونید یه بلایی سرش بیارید که خیلی بدتر از مرگه. در طول داستان زمانی وجود داره که شما به جای ریدن بازی میکنید و در برابر گراس قرار میگیرید. اگر اونو شکست بدید ریدن یه بلایی سرش میاره که واقعا دردناکه. اونو به یک زنجیر خیلی گنده میبنده و بعد پرتش میکنه داخل دریا. احتمالاً الان دارید به خودتون اینطوری فکر میکنید خب گراس غرق میشه و دوباره به زندگی برمیگرده. اما موضوع اینجاست، این یک دریای معمولی نیست، دریای خونه که عمق نداره، یعنی اینکه گراس قرار همینطوری تا پایان دنیا غرق بشه. شماره 8، دراگون ایج اینکویزیشن. داخل بازی دراگون ایج اینکویزیشن شما در نقش یک اینکویزیتر هستید که خب هر از گاهی باید توی اسکای هولد عاقبت یه سری مجرم رو قضاوت بکنید و براشون مجازات تعیین بکنید. از جمله یکی از خفن‌ترین مجرمین میتونیم به گریان الکسیوس اشاره بکنیم، کسی که در واقع جرمش اینه که میخواسته شما رو بکشه. از اون گذشته اون برده‌داری هم انجام میده. خب شما 4 تا آپشن دارید. اول از همه این که خودتون بکشیدش، دومی که زندانیش بکنید و سوم اینه که مجبورش بکنید بره برای جادوگرها کار بکنه. اما آپشن چهارم از همه بدتره، اونو تبدیل بکنید به ترنکویل که خب یکم میدونم لغت سختیه، اما بذارید براتون توضیح بدم دقیقاً چه بلایی سرش میاد. داخل دنیای دراگون ایج اینکویزیشن منبع جادو فیده، منبع جادو رو از اون بدبخت قطع میکنید و در نتیجه این اتفاق اون دیگه به هیچ وجه رویا نمیبینه و ارتباطاتش با احساسات قطع میشه، یعنی دیگه هیچ چیزی رو نمیتونه توی زندگی خودش حس بکنه. شماره 7، بایوشاک 2. شهر رپچر توی بازی بایوشاک 1 و 2 قرار بود شهری باشه که توی اون نخبه ها دور همدیگه جمع بشن و اینطوری بتونن علم رو به نهایت خودش برسونن. از جمله این نخبه ها میتونیم به گیلبرت الکساندر اشاره بکنیم که خب به خاطر عدم اونقدر اختراعات و خب تجربیات جالبی به دست نیاورد. در واقع اون کسیه که باعث به وجود اومدن لیتل سیسترها و بیگ دادی ها شده. یک بار تصمیم میگیره بفهمه اگه یه نفر بیش از اندازه در معرض عدم قرار بگیره چه اتفاق براش میفته، که خب کاملا مشخص اتفاق خوبی براش نمیفته. خب این موضوع دقیقا سر گیلبرت الکساندر میاد. اون از بس در برابر عدم قرار میگیره حالا کلن هوش خودشو از دست داده، در واقع با نفس اماره خودش تنها مونده. توی چی؟ توی یک مخزن خیلی بزرگ که حالا بدنش تبدیل شده به یک موجود جهش یافته چندش. اون از شما خواهش میکنه بخوشیدش که احتمالاً الان دارید به خودتون میگید این کار درسته که توی بازی این کار رو انجام بدیم تا بتونیم به پایان خوب دست پیدا بکنیم. اما نه، توی بایوشاک 2 شما باید این کار رو انجام ندید. در واقع بذارید اون تا ابد اونجا زجر بکشه تا اول از همه هم بتونید به پایان خوب دست پیدا بکنید و هم اینکه اچیومنت آل سیویر رو به دست بیارید. شماره 6، پورتال 2. داخل بازی پورتال 1 کلن دوتا کاراکتر وجود داشتن، شما شخصیت اصلی و یک هوش مصنوعی به اسم گلادوس
اون سعی میکنه با انجام دادن آزمایش‌های مختلف روی شما هوشتون رو بررسی بکنه و بعد از اینکه تا اونجایی که میخواست با شما ور رفت تصمیم میگیره بزنه بکشتتون، که خب شما جلوش رو میگیرید. در واقع توی نبرد آخر میگیرید یکی یکی هسته های احساسات اون توی یک کوره میندازید تا بتونید اون رو شکستش بدید و در نهایت مثلا اون کشته میشه. اما وقتی تیتراژ پایانی رو گوش میدید مشخص میشه که گلادوس هنوز زنده است. وقتی هم که وارد بازی پورتال 2 شدید و دوباره با گلادوس رو در رو شدید میفهمید که دقیقاً چه بلایی سرش اومده. شرکت اپریچر ساینس تصمیم گرفت روی گلادوس یک آنالیز انجام بده و به همین دلیل اون مجبور بود 2 دقیقه آخر عمرش رو به مدت 15 سال تجربه بکنه. یعنی به مدت 15 سال اون هی مجبور بود ببینه که داره میمیره و بعد دوباره زنده شده. قطعاً این از جمله بلاهایی که 100 برابر از مرگ بدتره. شماره 5، اسکایریم. یکی از باحال‌ترین ماموریت‌های فرعی که داخل بازی اسکایریم وجود داره مربوط به اون میشه که شما با شاهزاده دیوانگی دیتریک آشنا میشید و بعد از اینکه ماموریت اونو انجام دادید اون بهتون یک عصای خیلی جالب میده به اسم وبجک، که خب میتونه بلاهای واقعا ظالمانه سر دشمن شما بیاره. مثلا میتونه اونا رو بکشه یا اینکه بدتر تبدیلشون بکنه به مرغ، که خب شاید بعضیا باور داشته باشن مردن اونقدرها از تبدیل شدن به مرغ بهتر نباشه. اما این یکی رو گوش بدید، این عصا میتونه شما رو تبدیل کنه به یک شیرینی و در این حال شما قطعا متوجه همه چیز میشید. یعنی یک نفر شما رو تبدیل کرده به شیرینی و در این حال هنوز شما زنده اید. بعد اون میگیره شما رو میخوره، شما تبدیل میشید به قطعه های کوچولو کوچولو توی معده‌اش و بعدم که بهتر زیاد به بعدش فکر نکنید. شماره 4، مورتال کامبات 11. انصافا اکثر فیتالیتی هایی که داخل بازی مورتال کامبات 11 وجود دارن بلاهایی هن که از مرگ بدترن، البته برای چند ثانیه چون بعدش کاراکتر شما میمیره، به جز فیتالیتی که فراست سر حریف خالی میکنه. این فیتالیتی به معنای واقعی از مردن بدتره. اون چه کار میکنه؟ بعد از اینکه شکستتون داد با قدرت خودش شما رو فریز میکنه، مغز و نخاعتون رو در میاره و بعد اونا رو میده به یک جور وسیله تا ببره توی مغز یک نینجای سایبورگی بذاره. یعنی اینکه شما تبدیل میشید به یک نینجای سایبورگی. نمردید، اما اختیارتون دیگه دست خودتون نیست، قراره به فراست خدمت بکنید. این دقیقاً بلایی که به هیچ عنوان نباید سر دشمنتون بیارید. شماره 3، شادووار. داخل بازی شادو موردور و شادووار یک قابلیت خیلی باحال وجود داره که شما میتونید با استفاده از اون دشمنا رو تبدیل بکنید به متحدین خودتون. این بلا رو شما حتی میتونید سر فرمانده ها هم بیارید. اما بعضی وقتا یه سری اورک هستن به خاطر قوی تر بودن از شما زیر بار این موضوع نمیرن و نمیشه اونا رو تبدیل کرد به متحد. پس کاراکتر شما یک بلایی سرش میاره، اونا رو شرمنده میکنه، در واقع آبروشون رو میبره، اینطوری لولشون میاد پایین تر و بعد میتونید شما اونا رو به خدمت بگیرید. اما یک قابلیت دیگه داخل این بازی وجود داره به اسم Worse than Death، که یعنی از مرگ بدتر. اگر شما این قابلیت رو روی حریفای بدبخت پیاده بکنید اونا به صورت کامل مشاعیر خودشون رو از دست میدن. درسته که قوی تر میشن، اما دیگه هیچی از گذشته خودشون یادشون نمیاد، نمیدونن چی هستن، در واقع تبدیل میشن به یک حیوان که فقط میخواد بجنگه. شماره 2، فالات 3. داخل بازی فالات 3 شما دارید دنبال پدرتون جیمز میگردید که خب صدای اون توسط لیام نیسون اجرا شده. بنا به یک سری دلایل که واقعا نمیشه اینجا توضیحش داد، در نهایت شما میفهمید که پدرتون تبدیل شده به یک سگ و بعد رفته به یک شبیه ساز رویا که در سال 1950 میلادی در آمریکا ایجاد شده. خب یک دکتر دیوانه به اسم براون که توی اون شبیه ساز حالا تبدیل شده به یک دختر کوچولو به اسم بتی، این محیط رو ایجاد کرده، بعد کلی آدم رو وارد این محیط شبیه سازی کرده و اونا رو شکنجه میکنه. شما برای اینکه بتونید پدر خودتون رو آزاد بکنید دو تا راه دارید. اول از همه این که به دستورات بتی گوش بدید و یکی یکی برید دهن اون کسایی که داخل شبیه سازی هستن رو سرویس بکنید، یا اینکه نه میتونید یک کار دیگه انجام بدید، برید به یک کد مخصوص دست پیدا کنید و بعد با استفاده از اون کد نابودی خودکار شبیه سازی رو فعال بکنید، که خب این موضوع باعث میشه یک سری نیروی مهاجم به اون شبیه سازی حمله بکنن و همه افرادی که اونجا هستن رو بکشن، همه به جز دکتر براون یا همون بتی. اینطوری اون توی اون دستگاه شبیه سازی تنها میمونه و قرار تا آخر عمرش اونجا گیر بیافته. شماره 1، بازم اسکایریم.
یکی دیگه از بلاهای واقعا وحشتناکی که توی اسکایریم میتونید سر حریفاتون بیارید اینه که از سول ترپ استفاده بکنید. داخل بازی اسکایریم به منظور انچنت کردن آیتم های خودتون شما باید از وسیله به اسم سول جم استفاده بکنید، یک سنگ جادویی که با روح پر شده. خب قوی ترین این سنگ ها اسمش بلک سول جمه، سول جم سیاه رنگ، که شما اونو میتونید فقط با روح انسان ها پر بکنید. یعنی که شما اول اون بدبختا رو میزنید میکشید و بعد روحشون رو داخل این سنگ جمع میکنید تا زمانی که از اون سنگ استفاده بکنید. اما بعدش این روحا به بهش نمیرن و تا ابد اونجا حال بکنن، نه، اونا به یک جای برزختور به اسم سول کرین منتقل میشن، جایی که ما توی DLC دانگارد باهاش آشنا شدیم و فهمیدیم چقدر وحشتناکه. اون ارواح همشون ترجیح میدادن که بمیرن اما اونجا نباشن. خب بچه ها، اینم از ویدیو امروز ما، امیدوارم که ازش لذت کافی رو برده باشید. شما هم نمونه دیگه میشناسید؟ اگه توی کامنت ها با همون به اشتراک بگذارید. در هر حال اگر با این ویدیو حال کردید لایک و سابسکرایب فراموش نشه. آرزو میکنم روز خوبی داشته باشید و تا قسمت بعد، خدا نگهدار.